آقای نادری، تلاش شما دیگر دوستان بالاخره نتیجه داد. دادگاه حمید نوری تمام شد، او مجرم شناخته شد و برایش حکم حبس ابد صادر شد. ارزیابی شما الان از روند این دادگاه چیه؟ بله، این دادگاه از زمان دستگیریش تا تشکیل پرونده و شروع دادگاه از 10 آگوست تا امروز که 14 یولی هست، حکم آمد، به بهترین شکل انجام شد و تمامی فرصت ها برای وکلای حمید نوری هم مهیا بود. حمید نوری هم بارها فرصت کرد که از خودش دفاع کنه، ولی واقعیت اینه که حمید نوری هیچ چیزی در چنته نداشت مگر میشه از این جنایت دفاع کرد. ظرف 50 روز 700 نفر رو فقط در گوهردشت حلق‌آویز کردن. این حکم نه بر علیه حمید نوری، بلکه اساساً بر علیه بنیانگذار پلید جمهوری اسلامیه. حالا زیر این سقف خود خامنه ای هم هست و ابراهیم رئیسی که از قضا در اون سال عضو هیئت مرگ گوهردشت بیبی بود، این هم الان صورت مسئله ای که خود ابراهیم رئیسی هم باید پاد. دادگاه حمید نوری و حکمی که صادر شد حکایت از استقلال کامل قوه قضاییه در سوئد، ولی ما در گذشته دیدیم در آلمان و بعد اخیراً هم در بلژیک که دادگاه ها قضات در کمال استقلال حکم را صادر می کنند، ولی پس از مدتی دولت ها تلاش می کنند با به دست آوردن توافقی با جمهوری اسلامی این حکما رو دور بزنن و مجرمان رو راهی تهران بکنن. شما فکر میکنید که نتیجه کار دادگاه سوئد هم همین خواهد بود؟ ببینید، طبق قوانین اینجا اگر حمید نوری 2/3 حکم رو در زندان سوئد که همین پشت دادگاه اونجا زندانی هست، الان من از دور زندانش هم بیام، اینجا طی کنه این دوره محکومیتشو، بعد از این دوره میتونن استرداد کنن بقیه حکمشو در ایران طی کنه. حمید نوری هم روی این سرمایه‌گذاری کرده، اما اونجایی که استرداد اسدالله اسدی در بلژیک هست، خب این عمل یک ننگه نه تنها برای بلژیک، با سکوت اتحادیه اروپا و آمریکا این ننگ شامل اینها هم خواهد شد. همونطوری که تو سالهای 39 تا 45 در مقابل فاشیسم هیتلری سکوت کردن، مماشات کردن، ما دیدیم که پاسخ این نیست که با یک فاشیسم با حالت سازشکارانه برخورد کرد و یه جهان رو تبدیل کرد به یک جهان ناامن. من خیلی تعجب کردم، این در واقع فرش حقوق بشر رو، این فرش اصل صلاحیت جهانی رو از زیر پاشون اصلا کشوندنه. چطور ممکنه شما که این یک دستاورد بین المللی بشری هست شما نقض کنین و بعد حکمی که دادگاه خودتون داده با زد و بند، خب اسم این زد و بند هست، چیز دیگه ای نیست، با زد و بند میخواییم برگردونین داخل ایران، خب این حکم خودتون رو نقض میکنین، تم میدین به صدور تروریست، تم میدین به جهان ناامن و همچنان که در داخل ایران، این دقیقه این حرف، در داخل ایران خود آقای منتظری که جانشین خود خمینی بود گفت اسم شما تو تاریخ به عنوان جنایتکاران ثبت خواهد شد، یقین کنی کسایی که لایحه استرداد اسدالله اسدی رو امضا میکنن با هر نیتی یا تحت تاثیر هر شرایطی امضا کنن، نام اینا ثبت خواهد شد که در مقابل فاشیسم نه تنها به اصطلاح نایستادن بلکه تن دادن سر هر موضوعی که هست، روابط اقتصادی هست، سیاسی هست، یا ترس از تروریسمش. جلوی تروریسم یک راه بیشتر نیست،
ایستادن و محکم ایستادن. تجربه ما هم این بوده، اگر اونجایی که سنبه پرزور بوده هم خمینی هم خامنه ای پس کشیدن. با سپاس از این که همراه ما بود. با سپاس از شما. ممنونم.